درود بر همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو ویدیو قبلی گفتم یه میکروفون جدید سفارش داده بودم، قرار بود دوشنبه بیاد که امروز اومده شکر خدا. الانم با میکروفون جدید ویدیوها رو میگیرم. خیلیاتون گفته بودید که صدای خورده اذیت میکنه، که حالا امیدوارم با این میکروفون جدید دیگه اصلا نویزی توش نباشه، اذیتی نکنه. اگرم خدای نکرده بازم مشکل داشت، لطفا توی کامنت برام بنویسید، اشکالش رو میگیرم. میریم با ویدیوی دوم از مکالمات خیابانی و روزمره. اولین جمله، وقتی یکی مثلا صدات میکنه میخوای بهش بگی یه لحظه، مثلا یه لحظه، یه دقیقه. ما تو ایرانی مثلا تو فارسی میگیم که یه دقیقه صبر کن، یه لحظه، یه دقیقه. اینجا میگن، اینجا خیلی مدل ها میگن، یکیش میگن einen Augenblick bitte، einen Augenblick bitte. یه مدل دیگه میگن eine Sekunde bitte. یه مدل دیگه میگن einen Moment bitte. بازم میگن Moment bitte. ما الان 4 تا مدل رو با هم دیگه شنیدیم که چی هستن. یکیش این بود einen Moment bitte، یا میگن Moment bitte، یا میگن eine Sekunde bitte، و آخری میگن einen Augenblick bitte، einen Augenblick bitte. خیلی لطف و محبت کردی، یه کاری رو برای یکی انجام دادی، طرف ازت میخواد تشکر کنه، حالا به جای دانکشون یا فیلن دانک، فیلن لیبن دانک، اودا دانک، دانک دیا، میاد میگه داس وار زر لیب فون دیا، داس وار زر لیب فون دیا، اودا داس وار زر نت فون دیا. اگر بخوایم داس وار زر نت اودا لیب فون دیا رو بگیم، دقیقا اونو معنی کنیم، یه معنی بی خودی میده. یعنی این خیلی مهربانانه از طرف تو بود، ولی همون خیلی محبت کردی، خیلی لطف کردی، das war sehr lieb von dir، این گذشتش. حالا حالش رو چه زمانی استفاده میکنیم؟ برای مثال من اینو مثال میزنم، میگم توی قطار داریم پیاده میشیم یا سوار میشیم، یارو با کالیسکه است، میخوایم بهش بگیم که کمکت، میتونم کمکت کنم، کمک نیاز داری؟ طرف برمیگره میگه das ist sehr nett von dir، یا برمیگره میگه das ist sehr lieb von dir، یعنی خیلی لطف میکنی، خیلی محبت میکنی. این لطف از طرف تو، این محبت از طرف تو، این مهربانی از طرف تو. به جای دانکشون میگه das ist sehr lieb von dir، و das ist sehr nett von dir. خب واقعا خیلی خوشحال شدم. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Es hat mich wirklich sehr gefreut. یعنی واقعا خیلی خوشحال شدم. Es hat mich wirklich sehr gefreut. حالا برای مثال یه چند جمله هم باهاش بگیم. یه نبنزاکس هم بیاریم کنارش. مثلا میگیم Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du deine Prüfung geschafft hast. خیلی واقعا خیلی خوشحال شدم که امتحانت رو قبول شدی. Es hat mich sehr gefreut, dass du bei mir bist. خیلی خوشحال شدم که پیشمی. Es hat mich sehr gefreut, dass ich dich gesehen habe. خیلی خوشحال شدم که دیدمت. Es hat mich sehr gefreut, dass ich dich wieder gesehen habe. خیلی خوشحال شدم که دوباره دیدمت. اینم میگن، یا این جمله هم میگن Schön dich wieder zu sehen. اینم میگن Schön dich wieder zu sehen. خوشحالم که دوباره میبینمت. Schuld، تقصیر. البته معنی قرض هم میشه، قرضار هم میشه. وی فیل
شولدیش دیه چقدر بهت بده کارم، چقدر بهت قرضارم. حالا اینجا میگه اس ایس نیشت ماینه شولد، اس ایس نیشت ماینه شولد، تقصیر من نیست، اس ایس نیشت ماینه شولد. تو من رو اشتباه فهمیدی، دو هست میش فالش فشتندن، دو هست میش فالش فشتندن. ایش گلابه ایش هابه میش نیش گوت آسکدروک، دسویگن هست دو میش فالش فشتندن. ایش گلابه ایش هابه میش نیش گوت ausgedruckt. Deswegen hast du mich falsch verstanden. این جمله یعنی اینکه ausdrucken یعنی یه معنیش یعنی منظور رساندن، sich ausdrucken منظور خود را رساندن. میگه من فکر میکنم من منظورم رو خوب نرسوندم، به همین خاطر تو منو اشتباه فهمیدی. Ich konnte mich nicht gut ausdrucken. من نمیتونستم منظورم رو خوب برسونم. Deswegen oder deshalb hast du mich falsch verstanden. به این خاطر تو من اشتباه فهمیدی. امروز هوا محشره. Heute ist das Wetter herrlich. Heute ist das Wetter herrlich. ما خیلی چیزای دیگه هم میتونیم بگیم. ما میگیم heute ist das Wetter prima. Heute ist es super. Heute ist das Wetter schön. Heute ist das Wetter wunderbar. همه اینا رو میشه گفت. ولی اینجا میگه heute ist das Wetter herrlich. Heute ist das Wetter herrlich. امروز هوا محشره. هنوز خیلی زوده. Es ist noch zu früh. Es ist noch zu früh. هنوز خیلی زوده. کجا میتونیم استفاده کنیم؟ مثلا میخوای دیگه غذا رو از روی گاز برداری، مادره میگه نین اس ایست نوخ سفقو، یعنی نه هنوز خیلی زوده. وسایل شخصی میشه پرزونلیش زخه. میگه دس زین ماین پرزونلیشن زخن، اینها وسایل شخصی من هستن. دس زین ماین پرزونلیشن زخن. چرا ان گرفته آخر صفت و آخر کلمه؟ به خاطر نومیناتیو بودن. Das sind meine persönlichen Sachen. اینها وسایل شخصی من هستن. حالا میخوای بگی اینها وسایل خودم هستن، اینو چجوری میگیم؟ میگیم Das sind meine eigenen Sachen. Das sind meine eigenen Sachen. Eigene Sache یعنی وسایل خود. Das sind meine eigenen Sachen یعنی اینها وسایل خودم هستند. تو روز اتفاقاتی برات میفته. تو روز، تو اون روز، حالا امروز، دیروز، هر روز، روز تو نیستش. روز شانست نیستش. همش بد بیاری میاری. یا ناراحتی یا اعصابت خورده. میگی heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag یعنی اینکه امروز روز من نیست. حالا برای مثال داری فوتبال بازی میکنی، پلیستیشن با دوستت، همش گل میخوری، همش میبازی، به دوستت میگی heute ist nicht mein Tag. کیفتو گم میکنی، نمیدونم پولتو گم میکنی، دعوات میشه، میگی heute ist nicht mein Tag. امروز روز من نیست، امروز برای من روز بدیه. Heute ist für mich ein schlechter Tag. اینم میتونید بگید. Heute ist für mich ein schlechter Tag. امروز برای من یک روز بده. Heute ist für mich ein schlechter Tag. حالا اینجا میگه heute ist nicht mein Tag. امروز روز من نیست. امروز روز بدیه برام. Ich mache nur eine kurze Pause. Ich mache nur eine kurze Pause. من فقط یک استراحت کوتاه میکنم. Ich mache nur eine kurze Pause.
دنخ لرنش دویچ. من فقط یه استراحت کوتاه میکنم، بعدش آلمانی یاد میگیرم. Ich mache nur eine kurze Pause. Danach lerne ich Deutsch. Überall, یعنی همه جا. میگه heute ist überall ein offizieller Feiertag. Heute ist überall ein offizieller Feiertag. امروز همه جا تعطیل رسمیه. Heute ist überall ein offizieller Feiertag. امروز همه جا تعطیل رسمیه. Du siehst gut aus. در اصل میشه تو خوب به نظر میرسی. برای مثال رفیقت تیپ زده امروز، رفیقت امروز موهاشو کوتاه کرده، خوشگلتر شده، خوشگل بود خوشگلتر شده، تو بهش میگی اوه Du siehst aber heute gut aus. Du siehst heute aber sehr gut aus. تو امروز خیلی خوب به نظر میرسی. تو امروز خوب به نظر میرسی. منظورش همون تو امروز تیپ زدی. تو تیپ زدی. Du siehst gut aus. تیپ زدی. Du siehst gut aus. تیپ زدی. خوب به نظر میرسی. Klagen یعنی شکایت کردن. خیلی ها فکر میکنن انسایگه یعنی شکایت. انسایگه مخن شکایت کردن نمیشه، میشه گزارش دادن، خبر دادن. انسایگه مخن ایش مخ انسایگه، ولی کلاگن در اصل میشه شکایت. ایش کن نیش کلاگن یعنی من شکایتی ندارم، راضیم. ایش بین سوفریدن یعنی راضیم. ولی وقتی میگی ایش کن نیش کلاگن بستگی داره. یکی مثلا میگه اه امروز چه هواییه، مثلا شما میگید که ایش کن نیش کلاگن، اخ خیابونا چقدر شلوغن، اخ چه ترافیک سنگینیه. ایش کن نیش کلاگن، من شکایتی ندارم، راضیم. تو فارسی میگیم چی میشه کرد؟ اله دیگن یعنی انجام دادن، یعنی حل و فصل کردن، یه کاری رو انجام دادن. ایش موس آفتر بانک اتفاس اله دیگن. Ich muss auf der Bank etwas erledigen. من باید توی بانک یه کاری انجام بدم. Ich muss auf der Bank etwas erledigen. یعنی چی؟ یعنی من باید توی بانک یه کاری رو انجام بدم. Heute muss ich auf der Bank etwas erledigen. امروز من باید توی بانک یه کاری رو انجام بدم. Kannst du hier einen Moment warten? آیا میتونی اینجا یه لحظه صبر کنی؟ حالا میخوای بگی آیا میتونی اینجا یه لحظه برای من صبر کنی؟ Kannst du hier einen Moment auf mich warten? حرف اضافه warten auf هستش که آکوزاتیو میشه. Kannst du hier einen Moment auf mich warten? Oder kannst du hier kurz auf mich وارتن؟ میتونی اینجا کوتاه منتظر من بمونی؟ و جمله آخر حیف. حیف میشه شاده، که خیلی ها نمیخوان بی ادبی بگن شایسه، میگن شاده، یعنی حیف. مثلا تیمشون گل میخوره میگن شاده. یکی میگه کیف پولم گم شد، بهش میگه اه شاده، دس ایس ابا زر شاده، اه خیلی حیف شد. دس ایس aber sehr schade. اخ خیلی حیف شد. اینم از ویدیو امروز، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب یا همون آبونیغن نکردی، زیر همین ویدیو تو اون کارت قرمز نوشته آبونیغن یا سابسکرایب، لطفا روش کلیک کنید، زنگوله کنارش هم اکتیف کنید، بذارید روی آل یا اول، که هر وقت ویدیو جدید دادیم همون لحظه براتون پیغام بیاد. مواظب خودتون باشید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.